انگولو کانته به عنوان یکی از بازیکن‌های با اخلاق دنیای فوتبال شناخته میشه، اما این هافبک چلسی اونقدرام که فکر میکنیم بچه مثبت نیست. با وجود تعریف و تمجیدهای زیادی که از کانته میشنویم، شواهد صریحی از بد اخلاقیش وجود دارن که دیگه پنهان نمیمونن. این قسمت اون روی سکه انگولو کانته. این فرانسوی سرسخت بزرگترین افتخارات این بازی زیبا رو به دست آورد و یکی از بهترین هافبک های دفاعی دنیاست. ممکنه زیاد اهل تیپ زدن و سر زبون افتادن نباشه، ولی تو کل دنیا برای دستاوردهایی که داشت بهش احترام میذارن. اون دو بار برنده پریمیر لیگ شد، اف ای کاپ رو برد، جام لیگ قهرمانان رو بالای سر برد، لیگ اروپا رو برد و گل سرسبد همه اینها جام جهانیه که اون رو هم برنده شد. آمار و ارقامش و تأثیری که روی تیمهاش گذاشت جای هیچ شک و شبهه‌ای رو باقی نمیذارن. ممکنه اون زندگی تجملاتی و مرفعی که بعضی از ستاره‌ها دارن رو نداشته باشه، ولی نباید اشتباه کنیم. هر کسی که باهاش یا در مقابلش بازی کرد میدونه اون چه کیفیت بالایی داره و خیلی مهمه که برای موفق شدن بازیکنی مثل اون رو تو تیمتون داشته باشی. سال‌هاست که نقش هافبک جنگنده که همه چی رو کنار هم نگه می‌داره به نام ماکلله ثبت شد که به خاطر اسطوره چلسی و رئال مادرید کلود ماکلله نامگذاری شد. اما این عنوان احتمالاً این روزا به انگولو کانته تعلق داره. کانته سبک بازی خودش رو داره. بازیکن درگیر، تک کردن، کاور خوب و بازی ساده با توپ. اون یه بازیکن فوق‌العاده است و طرفدارا هم دوستش دارن. جدا از عناوین و افتخاراتی که به دست آورد، اکثر کسایی که باهاش ارتباط دارن دوستش دارن و همه میدونن اصلاً اهل کارهای غیر اخلاقی نیست. اما همه باور ندارن که این قضیه واقعاً راست باشه. در واقع شواهد نشون میدن کانته یه روی دیگه هم داره. میگن همه ی بازیکنهای بزرگ یه جایی حوصله‌شون سر میره. و همتیمی سابقش سس فابرگاس میگه کانته هم هیچ فرقی با بقیه نداره. اگه خوب نگاه کنین، وقتی اون با یه بازیکن درگیر میشه و یا کارت زرد میگیره، از رقیبش عذرخواهی نمیکنه و فقط سرش رو میندازه پایین و میره. من اینو دوست دارم و این پیغام رو به رقیب میده که انگولو زیاد تو زمین بچه خوبی نیست. برای اینکه واقعا یه بازیکن سطح بالا باشین، باید این کار رو بکنین. اگه توی زمین بچه خوبی باشین، زنده نابودتون میکنن. من وقتی اون روی کانته رو میبینم خیلی میخندم. مشخصه که وقتی میگیم اون روی کانته، منظورمون یه چیز مثل اژدهای سسر نیست. خیلی سخته که این هافبک فرانسوی رو با کارهای بد مرتبط کنیم. اما شما نمیتونین با آروم بودن و بچه خوبی بودن به موفقیت هایی که کانته رسید برسین. خود کانته هم به بعضی از کارهای عجیبی که انجام میده اعتراف کرد و چند تا از تکنیکاش رو رو کرد. همتیمی هام تو تیم ملی به میگن متقلب. اونا درست نمیگن، چون من تنها بازیکنی نیستم که این کار رو انجام میده، ولی همچین بیرا هم نمیگن. خب اینم از این. خودش اومد و به کارهای زشتی که انجام میده اعتراف کرد. کانته حتی برای اینکه سر تمرینات چلسی دیر میرسید هم متهم شد. بعد از اینکه تو سال 2018 جام جهانی رو با فرانسه برنده شد، اون میگفت وقتی به استنفورد بریج برمیگشت اصلا انگیزه کافی برای تمرین نداشت، ولی با رفتار حرفه‌ای و شخصیتی که داشت خیلی زود این مشکل رو حل و فصل کرد و به همون فرم همیشگیش برگشت.